با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 26 اکتبر 2013 و 4 آبان ماه 1392. امروز میخواستم یه بحثی رو باز بکنم و نظر خودم رو راجع به اتفاقاتی که در ایران و در امریکا داره اتفاق میفته و از دو طرف جیغ و فریادها به گوش میرسه و دست و پا زدنها، نظر خودم رو راجع به این میخواستم در مجموع. عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، برای اینکه این یه بحثیه که ما باید دنبالش بکنیم. نظر من اینه که در مجموع جناح راست چه در ایران و چه در امریکا رو به ضعف و در نتیجه داره جیغ میکشه، به قول معروف جیغ بنفش. دلایلش رو میخواستم، یعنی این یه ممکنه به اصطلاح این گفته بشه که این یه دید خوشبینانه است، ولی کوشش من این خواهد بود که یه مقدار امروز اینا رو بر پایه واقعیات برای عزیزان باز بکنم، در این حال که عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، برای اینکه درک این قضایا فوق العاده پر اهمیته که در خاورمیانه چی داره میگذره. به نظر من یک سلسله تحولاتی داره اتفاق میفته که در انتهای این تونل تاریک ما روشنایی‌هایی میتونیم ببینیم. برای اینکه خیلی ها گفتن که بهار عربی تبدیل شد به پاییز عربی و بعد تبدیل شد به زمستان عربی. ببینیم واقعا اینطوره؟ اینا همه پیامدهاییه که چیزاییه که در واقع از جنبش سبز در 4 سال و حدود نیم پیش آغاز میشه، ادامش بهار عربیه و تمام آنچه که داره الان اتفاق میفته دنباله تمام این جنبش ها و حرکت های مردمیه. بعضیا بالا پایین ها رو نمیتونن ببینن و فقط با بدبینی به قضایا نگاه میکنن. اینطور نیست. به هر حال امروز به طور کلی من اخبار ایران رو ابتدا برای عزیزان، بعدش اخبار امریکا رو و بعدش وارد این بحث میشم و بخش آخر برنامه هم دنباله ویژگی های سرمایه‌داری خواهد بود. ولی میخواستم قبل از اون به عزیزان عرض بکنم که انجمن گلبانک که در جنوب کالیفرنیا هستش باز از من خواستن که یه سخنرانی داشته باشم هفته آینده، شنبه آینده ساعت 6 بعد از ظهر. عرض شود که من فقط 2 شماره تلفن به عزیزان که راجع به اوضاع منطقه خواهد بود، همین بحث ها رو یه مقدار اونجا من میخوام باز بکنم، تحولات اخیری که در خاورمیانه داره اتفاق میفته. 2 شماره تلفن به عزیزانی که این دور و بر هستن میدم که اگه بخوان اونجا رو پیدا بکنن، یکی 949 این اریا کد 929 1173 و یکی هم همون 949 اریا کد 500 8710 که اگه عزیزان میخوان راهنمایی. دوباره اینو من هفته آینده بازم البته اعلام خواهم کرد، ولی میرم رو اخبار ایران. ابتدا گزارش مفصلی که از ایران رسیده و چون فرصت نیست من بخشهایش رو برای عزیزان میخونم. با لغو آزادی رهبران در حصر و حبس، سیلی زدن به صورت دختران موسوی در عید قدیر و گاز گرفتن دستانشان، سعی دارند روزنه های امید را بسته، امید مردم نسبت به دولت 11 را ناامید کنند. عزیزان میدونن که چه اتفاقی افتاد روز پنجشنبه، یعنی عید قدیر، که مردم امید این رو داشتن که انسان های در حصر و حبس آزاد بشن. درست به عکس، ما میدونیم که قبلش محسنی اشعی اومد به یک
آب به قول معروف آب سرد رو دستاب یا تن مردم ریخت و گفت که از این خبرانیست هیچ چیزی تغییر نکرده. و ما میدونیم که تا الانش همینطوره، نه تنها تغییر نکرده، چه رفتاری با دختران آقای موسوی و زهرا رهنورد روز پنجشنبه کردن، رفتار وحشیانه که من میخوام بیانیه‌ای بیرون اومده در محکومیت بی‌حرمتی به فرزندان که من بخش‌هایش رو میخوام برای عزیزان بخونم. بیشک مسئولیت این اقدام شرم‌آور مستقل از اینکه خودسرانه صورت گرفته باشد یا نه متوجه دست‌اندرکاران دستگاه‌های امنیتی کشور و در رأس همه آنها شخص رهبری است. سلیقه برخوردهای تند بیدادگرانه نگهبانان فوق با خانواده و شخص مهندس موسوی و تداوم فعالیت آنها نشان می‌دهد گستاخی این جماعت به حمایت‌ها و دلگرمی‌های پشت پرده اصحاب قدرت متکی است. از سوی دیگر درخواست بیرون آوردن لباس‌های زیر تنها می‌تواند با هماهنگی مسئولان بالا صورت پذیرد. میر حسین، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاوان ایستادگی بر مواضع حق طلبانه خود و مقاومت در برابر ولی فقیه ستمگر و مستبد را پس می دهند. برخلاف ادعاهای کاذب ماشین تبلیغاتی حکومت، خیزش مجدد جنبش سبز و آشکار شدن حقانیت مواضع آزادی خواهانه موسوی کروبی رهنورد همچنان کابوس سلسله جنبانان استبداد دینی و سرکوب خونین جنبش اعتراضی خرداد 88 است. از این رو نیروهای حکومتی برای زمین سازی جهت تمدید شرایط پلیسی و فشار بر رهبران نمادین جنبش سبز با التهاب آفرینی های مصنوعی روی آوردن و اقدام به رفتاری کردن که نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاست و سیاسی مغایر است، بلکه با قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی نیز مطابقت ندارد. رفتاری که کرامت انسانی و حداقل شرافت و عدالت را رعایت نکرده و به راحتی شأن و حقوق افراد بیدفاع را زیر پا می‌گذارد. حبس خانگی در نظام مجازات‌های رسمی حکومت هم وجود ندارد. این اقدام عجیب، یعنی تفتیش کامل بدنی و اوریان شدن در برابر مأمورین، نشانگر اراده‌هایی است که می‌خواهند با آزار و اذیت قامت استوار موسوی و کروبی و زهرا رهنورد رو رنجور سازند. ما امضا کنندگان این نامه ضمن هشدار به حکومت برای حفظ سلامت و امنیت آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد، تعرض و بی‌حرمتی ننگین نیروهای امنیتی به دختران مهندس موسوی را شدیداً محکوم می‌کنی. اگرچه تحمل حد که حرمت عملی استبداد دینی سخت و دشوار است، اما تحمل آن اسباب افتخار شرافت است. نتیجه صبرها و مقاومتهای امروز رؤیت تخلف ناپذیر طلوع صبح آزادی در فردای میهن ماست. من ادامه میدم نامه ای رو که از ایران اومده. عرض شود که میگه که این موج جدید سیاهی و تیرگی حساب شده از جانب حاکمیت تا به مردم و دولت اوباما و آژانس هسته‌ای بقبولاند که چیزی تغییر نکرده و تصمیمات جدید از جانب و اراده آنهاست و روحانی دولتش فقط ابزار نرمش قهرمانانه بیت ولایت هم. بعد این عزیز می‌میسه که لذا مصلحت است ضمن انتقاد سازنده و هشدار به لغزش ها و تشویق از عملکرد مثبت و سازنده دولت روحانی، به جاست که موضع‌گیری های تیم روحانی و تفکر همراهش را در جهت نفع عموم و بیرنگ کردن تخریب های حاصله از سوی آدمخواران مرتجع را رسانه ای کنیم. چرا این مسئله مهمه؟ عزیزان دقت بکنن که در حال حاضر ارتجاع حاکم در ایران، ببینید چه فعالیت و یک کمپین عظیم علیه این گفتگوها
علیه اینه که این مسئله هسته‌ای حل بشه به نوعی راه انداختن. به این تابلوهای تبلیغاتی که سراسر تهران علیه مذاکره بین ایران و 5+1 و به ویژه علیه مذاکره بین ایران و امریکا، ببینید سراسر تهران رو چطور پوشونده در تمام، و ببینید تبلیغات اینها، صدا و سیما، تمام ارتجا، کیهان، روزنامه‌ای که و تمام ارتجا، احمد خاتمی، تمام این آدمخارا، ببینید چطور از لونه‌هاشون مثل مار سمی اومدن بیرون که این به جایی نرسه. حالا اینا تبلیغات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی دقیقاً به نظر من الان راست‌ترین ارتجا، چه در امریکا آقای جان مککین و لینزی گراهام و تمام این آدمخارایی که توی کنگره امریکا هستن، و چه نتانیاهو و چه پادشاه عربستان لذت میبرن از این کارا. برای اینکه الان اخبار رو خواهم خون که اونهایی که مخالف با این مذاکرات هستن و حل مسئله هسته‌ای ایران، پادشاه عربستان، نتانیاهو، جان مککین، فاشیست‌ترین بخش در کنگره امریکاست و صهیونیستا، به علاوه همین فاشیست های دینی در ایران که کاملا دست در دست هم دارن عمل میکنن، کار میکنن برای اینکه این به جایی نرسه. چرا؟ برای اینکه حالا دلایلش خواهم خوند که چرا پادشاه عربستان از این مسئله، از رسیدن نوعی توافق بین دولت ایران و دولت امریکا و کشورهای اروپایی وحشت دارن. چرا نتانیاهو وحشت داره؟ چرا حسین شریعت مداری و این آدمخوارای ایران وحشت دارن؟ برای اینکه فقط اینا با تنش، با تهدید زندگیشون داره میگذره، و در نتیجه اگر صلح و آرامشی باشه، اگر دولت ایران با امریکا و غرب به توافقی برسه و نوعی صلح، آرامش و گسترش آزادی و دموکراسی در ایران برقرار بشه، فقط سلطان عربستان از این مسئله نمیترسه، فقط نتانیاهو نمیترسه، فقط جان مککین نمیترسه، بلکه همین آدمخوارا در ایران میترسن. بنابراین دست در دست هم دارن عمل میکنن و میخوان تمام اینها رو در واقع، تمام فعالیتای حالا به دولت آقای روحانی مسلمن که انتقاد وارده. شما ببینید فرزند آقای توفیقی رو میخواست به حساب وزیر علوم بکنه، ولی کی نذاشت؟ غیر از این که رهبر، غیر از این که آقای روحانی کوتاه اومد، و بسیاری از عرشبت که همینا الان وزیر، عرشبت که وزیر چیزش، اطلاعاتش، مگر نه این که این توهینی که به دختران آقای موسوی و زهرا رهنورد شده زیر نظر ساز به اصطلاح وزارت اطلاعات. بعد ببینیم عکس العملشون چیه. همه این انتقادات بهش وارد هست، ولی مسئله حل مسئله هسته‌ای حیاتی الان برای کشورمون از هر جهت، فقط جنبه اقتصادی نداره، جنبه سیاسی داره، که به همین دلیل که ارتجاع آدمخوارایی که در ایران هستن میترس. برای اینکه اگه آرامش بشه، اگه شمشیر داموکلس جنگ، تحریم و تجاوز به کشور ما برداشته بشه، راهی باز میشه برای اینکه آزادی و دموکراسی بتونه گسترش، راهی باز میشه برای اینکه صدای مردم به گوش برسه، برای اینکه بالاخره ما باید این شمشیر داموکلس رو از سر مردم برداریم تا مردم به دشمن داخلی برسن. برای اینکه تا زمانی که یه دشمن خارجی باشه و فشار و امکان جنگ و امکان تجاوز به کشورمون باشه، مردم نمیدونن علیه دشمن خارجی به جنگن یا دشمن داخلی. ما دشمن خارجی رو ابتدا باید خونساش بکنیم و اینا نمیذارن. نه پادشاه عربستان میخواد این کار بشه، نه نتانیاهو میخواد بشه، و نه حسین شریعت مداری ها و جبهه پایداری، احمدی نژاد ها، مصباح یزدی ها، احمد خاتمی ها، اینا با هم کار میکنن. هیچ کدوم از اینا تحمل صلح، آسایش، رفاه مردم، گسترش آزادی و دموکراسی رو ندارن. دشمنان مردمن. دشمنان خارجی و داخلی، یعنی جناح راست، دست در دست هم ملت ما باید بدونن
از این جهت به نظر من در این موقعیت علارغم تمام انتقاداتی که به دولت آقای روحانی هست، ما باید اینا رو تشویق بکنیم که در برابر این جناح آدمخوار بایستن و در نتیجه بتونن لااقل این مسئله سیاست خارجی رو که تا الان دستاوردهایی داشته این حل بشه. ما که در خارج هستیم متوجه هستیم که چقدر این مسئله مهمه. تمام وطن فروش از زمانی که اوباما این صحبت رو در سازمان ملل کرد، که در واقع صحبت از این نکرد که همه گزینه‌ها روی میزه، اینا دیوانه شدن. تمام این شما ببینید که الان نه از شاهزاده خبری هست، نه از شهبانو خبری هست، از زمانی که به حساب دولت اوباما در حقیقت امکان جنگ رو کم کرده. بنابراین نه تنها این وطن فروشای خارج الان در به شدت ناراحتن، شاه عربستان ناراحته، عرشبت که پرنس بندر ناراحته، اون یکی نمیم سعود الفیصل ناراحته، به علاوه نتانیاهو که الان اسرائیل و عربستان دست در دست هم دارن عمل میکنن. و در نتیجه اینا مردم باید بشناسن که به حساب دشمنان داخلی، یعنی همین آدمخوارای داخلی که دارن این کارا رو میکنن، از سران سپاه گرفته که در حقیقت تمام این تابلوهای تبلیغاتی توسط اونا در حقیقت در شهر تهران، در سراسر شهر تهران گذاشته شده، و هم بعضی از این وعاظ نماز جمعه و بخشی از بیت ولایت در حقیقت و جبهه پایداری، یعنی اونایی که از ابتدا در عین دادن شعار ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی، در زیر به نفع اونا دارن عمل میکنن. ملت ما باید اینا رو بشناسه. در نتیجه به نظر من این لذا مصلحت هست ضمن انتقاد سازنده و هشدار به لغزش ها، باید تشویق از عملکرد مثبت به سازنده دولت روحانی بجاست که موضع گیری های تیم روحانی به ویژه به اصطلاح از نظر سیاست خارجی که دستاوردهایی داشته در حقیقت اینا. بنابراین این، حالا من نمیرسم که تمام این صحبت عزیز رو که واقعا شرایط میگه جهت اطلاع 20% از بانک های ملت تعطیل و به باجه تبدیل شده، 20% دیگر هم میخوان یعنی کارمندا رو میخوان بیرونشون بکنن. بانک ها 120% از سپرده ها رو وام دادن. به کی وام دادن؟ 60%ش رو به 21 نفر فقط رو وام دادن. یعنی شرایط اقتصادی برابر آمار رسمی، 3.5 میلیون بیکار داریم، 60%ش نیروهای جوانی هن که زیر 29 سالن، 1.3 میلیون آنها فارغ التحصیلان دانشگاه. از سوی طبق اظهار مؤکد طیب نیا، عرض شود که وزیر اقتصاد، 5 میلیون دیگر فارغ التحصیلان آنها باید بیرون بیان کار پیدا بکنن. و بعدش 70% از بخش کشاورزی که در حقیقت تخریب شده در زمان 8 سال احمدی نژاد، همه اینها به اصطلاح بیکار شدن. و بنابراین کافیست به هر مناسبتی تجمعی سازمان یافته صورت بگیره، آن وقت خواهیم دید که این تجمع مایه‌ای می شود برای جذب و تمرکز این نیروهای عظیم پراکنده مردمی و اراده جمعی تعیین کننده. شرایط این طوره، منتها ابتدا باید ما در این زمینه به دولت آقای روحانی کمک باید بشه برای اینکه مسئله هسته‌ای حل بشه، که نه ارتجاع داخلی، نه عربستان، نه اسرائیل که دوستان اینا همان. از ابتدای انقلاب من بارها و بارها عرض کردم اینا تمام شعارهایی که میدن به ظاهره، ولی در زیر در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم این آدمخوارای داخلی. در این حال من میخواستم بخشی از اونایی رو که نامه ای رو که آقای تاج‌زاده از درون زندان فرستاده، سخنگوی قوه قضاییه همین محسنی اشعی با اظهارات اخیر خود معنای واقعی نرمش قهرمانانه رو روشن کرد. به این ترتیب قرار است در سطح بین المللی بازی برد در پیش گرفته شود، اما در عرصه داخلی همچنان بازی برد باخت
حاکم باشد. نرمش قهرمانانه در روابط خارجی یعنی تلاش برای لغو تحریم‌ها و تهدیدها، ولی در داخل به مفهوم تداوم حبس‌ها و حصرها خواهد بود. به بیان دیگر سیاست خارجی قلمرو لبخند و گفتگو خواهد شد، اما با معترضان داخلی با همون چهره و زبان و ادبیات عبوس آمرانه و تهمت‌آلود سخن گفته خواهد شد. شرط خردورزی در تعامل با قدرت‌های بزرگ و از جمله با امریکا و انگلیس بر اساس نرمش قهرمانانه اندیشیدن به آینده است. اما در مورد منتقدان داخلی و بویش آقایان موسوی و کروبی در گذشته متوقف شدن، شرط عقله. نرمش قهرمانان رو برداشتن دیوار بی‌اعتمادی در مواجهه با قدرت‌های بزرگ و همزمان با افزودن بر ارتفاع و زخامت این دیوار در برخورد با اصلاح طلبان و سبزاست، یعنی با مردم واقعا. نرمش قهرمانه یعنی کوشیدن برای گسترش روابط با دول خارجی، که به نظر من این باید انجام بشه، این گسترش، برای اینکه شمشیر داموکلس رو از روی سر ملت ما بر می داره و در اون صورتی که مردم به راستی میتونن دشمن داخلی رو بهش برسن، در نتیجه بسیار بسیار پر اهمیته. ولی من اینا چکیده در واقع اخبار داخلیه که باید دید اینا تا کجا میخوان پیش ببرن و چطور دوباره مردم رو که یک نور امیدی واقعا درشون به وجود اومده بود و یه مقدار به حساب کارهای انجام شده بود به ویژه از نظر سیاست داخلی، میخوان به ناامیدی بکشوننش و بگن که هیچ چیزی تغییر نکرده از نظر داخلی، که واقعا هیچی تغییر نکرده و شاید فشارها بیشتر شده. ولی من میخواستم یک مقدار اخبار امریکا رو و بعد اون بحث رو باز میکنم که چرا این تحولات در خاورمیانه داره صورت میگیره و اینها دارن در واقع آخرین زورهاشون رو میزنن. به همین دلیله که چهره ددمنش از خودشون نشون میدن. این زمانیه که موقعی که کسی جیغ میکشه یعنی از موضع ضعفه و در نتیجه باید دید. حالا من بنابراین به دنبال اخبار ایران میرم وارد اخبار امریکا میشم و ببینیم که چطور دولت عربستان و دولت اسرائیل یعنی نتانیاهو و پادشاه عربستان از این تحولات دیوانه شدن و به راستی دارن جیغ میکشن به همراه جیغهای داخلی. خبرها رو اولا از این که چه تحولاتی در خود امریکا صورت گرفته. رهبران و شهروندان، از نیویورک تایمز 24 اکتبر دو روز پیش، رهبران و شهروندان آلمان، یکی از نزدیکترین متحدین امریکا، روز پنجشنبه از خشمی که به سختی قابل کنترل بود به خود میپیچیدند و علتش گزارشاتی مبنی بر این بود که دستگاه‌های جاسوسی امریکا تلفن شخص خانم مرکل رو شنود می‌کرده است. به همین دلیل در عملی غیر عادی میان دو متحد بسیار نزدیک که واقعاً آلمان بعد از جنگ دوم جهانی نوکر امریکا واقعاً بوده. متحد که چه عرض کنم؟ نوکر، پایگاه نظامی اونجا دارن. از زمانی که جان مکلوی بعد از جنگ دوم جهانی اومد، یکی از نوکرای خانواده راکفلر به اسم جان مکلوی و تمام صنایعی رو که در زمان هیتلر در واقع بعد از جنگ گرفته شده دوباره به همون خانواده تیسن و کروپ و سایرینشون برگرد، یعنی همون هایی که هیتلر رو در حقیقت چیز کرده بودن، به حزب دموکرات مسیحی رو به قدرت رسوند در آلمان. از اون موقع نوکر امریکا بوده دولت آلمان تا به امروزش. حالا ببینید چه اتفاقی بینشون داره میفته. اینا چیزای ساده ای نیست. دولت آلمان سفیر امریکا رو به این خاطر احضار کرد. این یه چیزیه که شاید بعد از جنگ دوم جهانی برای اولین باره.
خود خانم مرکل با عصبانیت از پرزیدنت اوباما توضیح خواست که آیا تلفن شخصی او هدف دستگاه جاسوسی امریکا بوده یا نه. عزیزان به یاد بیارن اوباما موقعی که سر کار اومد مثل بت میپرستیدنش. 200,000 نفر اومدن تو اون میدان بزرگ برلین جمع شدن. این دفعه که رفته 20 نفر هم نیومده بودن. حالا 20 نفر ممکنه 200 نفر اومده بودن. دولت امریکا یعنی منظور شخص اوباما سریعاً عرض شد که او را مطمئن کرد که تلفن او شنود نمی شود. نگفته که شده یا نه و نخواهد شد، یعنی در آینده، اما به طور آشکاری از گفتن اینکه تلفن او قبلا شنود شده خودداری کرده است. در حالی که خانم مرکل قبل از حرکت به سوی بروکسل، عزیزان می دونن گرد همایی به سران اتحادیه اروپا در بروکسل پنجشنبه و جمعه بود، برای شرکت در کنفرانس سران اروپا در روز پنجشنبه سکوت اختیار کرد خودش، اما یکی از نزدیکترین متحدین او وزیر دفاع آقای ارشبت که توماس دو مایزیر ارشبت که صدای خشمگین سیاستمداران و شهروندان آلمان رو به گوش عموم رساند. او گفت او در تلویزیون ARD تلویزیون اصلی دولت آلمان گفت که اگر این گزارشات درست باشد، که مشخص شده که درست هست، در اون صورت این خیلی بد خواهد بود و با امریکا نزدیکترین دوست آن کشور نمیتوان اینطور کار کرد. این عواقبی خواهد داشت و ما نمیتوانیم روابط را مانند گذشته ادامه دهیم. اینا حرفای کوچکی نیست. روز پنجشنبه تلفن روز پنجشنبه خانم مرکل با اوباما دومین تلفن در عرض 48 ساعت بوده. ضرباتی که به روابط سیاسی اصلی به محوری امریکا خورده است دارد روی هم انباشته می شود. ماه گذشته پس از عرض شود که خانم دیلما روسف رئیس جمهور برزیل پس از گزارشات منتشر شده مبنی بر اینکه تلفن او شنود می شود، دیدار خود از ایالات متحده رو به تعویق انداخت. عزیزان میدونن که نطقی در سازمان ملل کرد خانم روسف، بخش وسیعیش حمله به این کارهای دولت امریکا بود که در واقع به اصطلاح زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین چیزهای به حساب یه جنایت علیه کشورهای دیگه است. اخیرا مجله اشپیگل آشکار ساخته که تلفن فلیپ کالدرون رئیس جمهور سابق مکزیک هم شنود میشده. از سوی دیگر هنوز آقای جان کری در خاک فرانسه از هواپیما پیاده نشده بود که روزنامه لوموند آشکار ساخت که تلفن‌های میلیون‌ها شهروند فرانسوی و سیاستمداران اون کشور. عزیزان دقت به حالا من بقیه‌شو می‌خونم از زبان گاردین و بعدش یاهو. اینا رو امیدوارم فرصت باشه که چی داره می‌گذره. حرکت دولت فرانسه که از این مسئله سخت خشمگین شده بود، سفیر امریکا آقای چارلز ریفکین رو احضار و مراتب محکومیت این کار رو به اطلاع دولت امریکا رسان. امریکا از 10 دسامبر 2012 تا 8 ژانویه 2013 70 میلیون ارتباط دیجیتال از مردم فرانسه به دولت این کشور جمع آوری کرده. در آلمان عزیزان به این دقت بکنن، از آن جهت حساسیت وجود دارد که چنین جاسوسی هایی، اینو نیویورک تایمز می‌نویسه، که چنین جاسوسی هایی در زمان حکومت نازی ها و هیتلر وجود داشته. مردم آلمان از این جهت حساسیت دارن. خانم مرکل از زبان آقای سیبرد که از نزدیکترین متحدینش گفته میان دو کشور آلمان و امریکا که در چندین دهه گذشته نزدیکترین دوست هم بودن، هرگز کنترل روابط و تبادل نظرهای سران دولت نباید اتفاق بیفته. بقیهشو من میرم روی گاردین. طبق سند محرمانه‌ای که توسط ادوارد سنودن افشا شده، آژانس امنیت ملی امریکا NSA مکالمات تلفنی 35 نفر از سران کشورها رو زیر نظر داشته و شنود گذاشته است. این سند نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی مقامات بالای دولت امریکا در کاخ سفید و وزارت خارجه رو تشویق می‌کردن، همین به اصطلاح NSA، تا شماره تلفن‌های بیشتری تحویل این آژانس برای کنترل آنها بدن تا بتوانند در تلفن‌های
تلفن شماره بیشتری از دیپلمات‌ها رو شنود بکنم. سند نشون میده که یکی از مقامات بلندپایه امریکا، نمی یکی، شاید خود هر شبت که رئیس جمهور امریکا باشه و یا یکی از مشاورینش، 200 شماره تلفن و از جمله شماره تلفن 35 نفر از سران کشورها رو در اختیار آژانس گذاشته تا شنود بشن. هر شبت که سندی که به دست گاردین افتاده نشان میده که کنترل تلفن های سران کشورها و مقامات بلند پایه دیگر جست گریخته نبوده، بلکه پیگیر و سیستماتیک بوده. من اینا رو میخونم تا عزیزان برسیم به بحثمون. از یاهو 23 اکتبر، این گاردین 24 اکتبر بود، من از یاهو الان. طبق گزارش های چندی پیش آژانس امنیت ملی امریکا، فقط در عرض یک ماه 124 میلیارد مکالمه تلفنی را کنترل کرده. گرچه اکثریت این مکالمات در منطقه خاورمیانه بوده، ولی 3 میلیارد آن در ایالات متحده بوده. به یاد کتاب جورج اورول بیفتیم، 1984، که میگه که کشوری که به طرف فاشیسم میره پلیسی میشه چه وضعیتی داره. اون موقع که اینترنت نبوده. حالا من یه بحثی باز میکنم به طور کلی راجع به تکنولوژی. از افغانستان 21.9 میلیارد، از پاکستان 12 میلیارد، از عراق 7.8 میلیارد، از عربستان 7.8 و همینجوری چیز میکنه. این یه وجه قضیه است. ولی من میخواستم یه خبر دیگه از نیویورک تایمز 24 اکتبر دو روز پیش، به قلم مایکل گوردن، یکی از دست راستی ترین، راجع به خشم هم آقای عرشبت که نتانیاهو و هم عربستان از مذاکراتی که بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، عزیزان ببینن چه تشابهات عجیبی بین اینها و حسین شریعت مداری ها و جبهه پایداری ها و طرفدار احمد و بعضی از برادران قاچاقچی وجود داره. برخی متخصصین اوضاع خاورمیانه میگویند که ناراحتی عربستان و اسرائیل از سیاست های امریکا فراتر از مواضع امریکا در مورد سوریه و مسئله اتمی ایران میرود و آنچه موجب نارضایتی های دولت های عربستان و اسرائیل از دولت اوباماست ناشی از برداشت این دو دولت است که امریکا خیال دارد از رویارویی سیاسی و به ویژه نظامی در خاورمیانه دست بردارد. یعنی انتظار اسرائیل و عربستان این بوده که از اون 7 کشور که 3 یا 4 تاش از پا در اومده و سوریه و ایران مونده، این دوتا هم باید از پا در بیان و حمله نظامی میباس میشد. قرار این بوده. به شدت الان ناراحتن که چرا امریکا به سوریه حمله نکرده. حالا عرض میکنم که چرا؟ به دلیل خیرخواهی نیست. چرا این سیاست کشتیبان را سیاستی دیگر آمد؟ رابرت دانن، یکی از تحلیلگران شورای امور خارجی، Council for Foreign Relations، اون به اصطلاح اتاق فکری مهمترین در واقع، که قبلا از مقامات وزارت خارجه امریکا در دولت‌های دموکرات و جمهوری خواه بوده، میگوید در میان متحدین امریکا در خاورمیانه، منظورش کیه؟ اسرائیل و عربستان و امارات و به اصطلاح شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس، در مورد سیاست‌های امریکا در منطقه اختشاش فکری به وجود اومده و ناروشنی های فراوانی از جهت اهداف نهایی دولت امریکا وجود داره. در این مورد نیست که وقتی به مسئله ایران، مصر و سوریه میرسد، دولت عربستان ناراحته که چرا امریکا تن داد به برداشت شدن بن علی و حسنی مبارک و بعدش چرا به سوریه حمله نشده و چرا به ایران حمله نشده. هدف امریکا احتراز از برخورد جدی و شدید، شک دارن به اینکه امریکا شدید یعنی حمله نظامی بکنه. آقای جان کری در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه، عزیزان میدونن که جان کری مجبور شده 7 ساعت بشینه
با نتانیاهو تا بتونه راضیش بکنه که ایران حق اینو داره که در حد 3.5% غنیسازی بکنه. حالا اختلاف بین اسرائیل و امریکا رو بر سر این قضیه بعضیان عرض میکنم و 2 ساعت هم با عرض شد که پرنس ترکی الفیصل صحبت کرده که قبلا وزیر اطلاعاتشون بوده و بعدش هم عرض شد که با وزیر خارجهشون و البته پرنس بندر که وزیر اطلاعات کنونیشونه که در پشت تمام این قضایی هست. آقای جانکری در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود در لندن گفت که رهبران عربستان سعودی از اینکه امریکا به سوریه حمله نظامی نکرده است سخت ناراحتند. افشای یک چنین چیزی فوق العاده پر اهمیته و این نشانه یه تغییر سیاست در امریکاست. اینه که نیویورک تایمز اخیراً راجع به عربستان داره یک سلسله افشاگری ها میکنه، برای اولین بار داره اتفاق میفته. او این مسئله را با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان مطرح کرده و او را به نیاز به رفتن به کنفرانس ژنو قانع کرده است. در مورد ایران نیز عربستان دلواپس آن است که امریکا به اندازه کافی در مورد مسئله اتمی سختگیری نمی کنه. در حقیقت یعنی حمله نظامی نمی کنه، وگرنه اقتصاد امریکا ایران رو که از پا در آورده دیگه چیکار میخواد بکنه؟ حمله سایبری به اسا اینترنتی کرده، قتل به اسا به قتل رسونده دانشمندای دیگه چیکار میخواد بکنه؟ فقط حمله نظامی مونده و این ناراحته که چرا حمله نظامی. حالا عزیزان دقت بکنن که چرا این تغییر سیاست از روی خیرخواهی واقعا؟ به طور خلاصه میخوام عرض بکنم که چرا ایران کوتاه اومد و لااقل در این زمینه گذاشت روحانی انتخاب بشه و جام زهر نوشیدن و گذاشتن بیاد و این مذاکرات اصولا آغاز بشه. چرا اونا کوتاه اومدن؟ من قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم، ولی بیشتر الان امریکا رو که چرا اونا. علت اصلی اینه که امریکا به سوریه حمله نکرد. ما میدونیم که هم مردم انگلیس مخالفت کردن، هم اکثریت بزرگی از مردم امریکا و البته مردم جهان، همه اینها درست. ولی به نظر من آنچه که در تحلیل نهایی باعث شد که حمله نکنن به سوریه پنتاگون و CIA بود. کمتر کسی متوجه این قضیه است. درسته که افکار عمومی مردم امریکا بسیار پر اهمیته و مخصوصا موقعی که مجلس عوام انگلیس رأی نفی داد به دخالت انگلیس در این تجاوز و این جنایت، البته اون ضربه زد. افکار عمومی مردم امریکا هم بسیار مهم بود و امریکا کاملا تنها موند، فقط ترکیه و فرانسه باش مونده بودن، بقیه کشورها حاضر نشدن. ولی پنتاگون و CIA مخالف این حمله بود. چرا؟ دلیلش خیلی آشکاره. اگر اینها به سوریه حمله نظامی می کردن و در اثر این حمله که هدفش تغییر رژیم بود، بدون تردید هم حزب الله از لبنان و هم ایران از اون طرف دخالت می‌کردند. در نتیجه این یه جنگ فقط علیه سوریه نبود، علیه ایران میتونست باشه، علیه لبنان میتونست و جنگ کل منطقه رو می‌گرفت. و آقای نورمن دمپسی که رئیس ستاد ارتش امریکا باشه و چک هیگل که وزیر دفاع باشه و بسیاری از سران پنتاگون اینا رو می‌دونستن و قبلا هم توضیح داده بودن برای کنگره امریکا در چند جلسه که اگر ما بخوایم منطقه پرواز ممنوع بذاریم یعنی چه، اگه بخوام حمله با موشک بکنیم یعنی چه، این چیزی نیست که بشه همینجوری ختمش کرد و اینا هدفشون برداشتن تغییر رژیمه. در نتیجه جنگ منطقه‌ای خواهد بود. در نتیجه ما فقط نه تنها باید دمشق رو بگیریم، نه تنها باید بیروت رو بگیریم، بعد بریم تهران رو بگیریم. آیا ارتش امریکا توانی همچین چیزی داره؟ به عزیزان عرض بکنم که
شاید هموطنان ما کمتر اطلاع داشته باشند که در اثر 11 یا 12 سال جنگ مداوم در افغانستان و عراق و در چندین کشور دیگه به طور غیر مستقیم، در لیبی، در عرصه‌ای که پاکستان و غیره و غیره، مردم امریکا فرسوده شدن، اگزاست، اینو بهش میگن فرسوده شدن، خسته شدن. این یک جهت قضیه است. ارتش امریکا فرسوده و خسته شده. لااقل 1.5 میلیون از سربازای امریکا که از عراق و افغانستان برگشتن زخم روحی و جسمی دارن. ممکنه 10,000 تاشون فقط زخم جسمی داشته باشن، ناتوان و سالهای سال تا آخر عمرشون باید رنج بکشن، ولی 100,000 نفر دیگه شون زخم روحی دارن و هر کدومشون یه بمب ساعتی هن. کشور رو فرسوده کردن. ولی اون تنها نیست. از نظر اقتصادی اینا اگر وارد این جنگ می شدن می دونستن که این داستان به اصطلاح سقف وام هاشون چه مشکلاتی به وجود خواهد آورد. مسئله اوباما کیر، یعنی مسئله پزشکی که دسترسی های جمهوری خواه موافقت نخواهند کرد و در نتیجه بودجه رو تصویب نخواهند کرد، و اون داستانی که به وجود اومد در هفته های قبل، جان برای عزیزان می دونستن که این به وجود خواهد اومد و در نتیجه توان اینو نداشتن، به خاطر خیرخواهی نبوده. حالا اگر امریکا به سوریه نتونه حمله بکنه، ناچاره یه راه حل سیاسی پیدا بکنه، و اینا می دونن که از نظر نظامی نه عربستان نه پدر جد عربستان هرچی هم به این تروریست ها کمک بکنه، امکان اینه که بتونن تغییر رژیم در سوریه بدن نخواهد تونست. و اینه که عربستان دیوانه شده، برای اینکه هدفش این بوده دولت عربستان که در حقیقت سوریه رو برداره، حزب الله رو نابود بکنه و قدم بعدی ایران خواهد بود. عربستان چرا از این میترسه؟ برای اینکه اگر واقعا ایران و امریکا به توافقی برسن، امکان گسترش یک مقدار هم گشایش اقتصادی در ایران خواهد شد، هم گشایش سیاسی خواهد شد. عربستان از زمان دولت دکتر مصدق از هر نوع دموکراسی در ایران که مهمترین کشور در حقیقت در همسایگیشه و یا در کشورهای منطقه، تنش به لرزه در میاد، برای اینکه تمام این شیخ نشین های جنوب خلیج فارس واقعا روی یک بشکه باروت هم. پریشب من دیشب در واقع صحبتی رو از یکی از خود به اصطلاح اهالی عربستان سعودی که نارضایی ها در عربستان سال قبل خوب چند نفر رو سر بریده باشن، اونهایی که پرستار بودن در بیمارستان های عربستان، عزیزان من غیر مستقیم من ازشون شنیدم، در سال خوب چند هزار دست ببرن، پا ببرن، گوش ببرن، دماغ ببرن. توحش و بربریت حد و مرز نداره در اونجا. زنا الان اومدن تو خیابون در حقیقت که فقط حق رانندگی داشته باشن. زنا مطلقاً حقوقی ندارن. حالا ما انتقاد میکنیم از جمهوری اسلامی، در عربستان ببینید چی داره میگذره. در نتیجه ترس و وحشتشون از این، اسرائیل ترس و وحشتش از اینه که اگر صلح و صفا برقرار بشه، موجودیت اسرائیل اصولا در خطره، از داخل، حتی از داخل، حالا نه از بیرون. بنابراین برای حفظ سروری خودش به هیچ وجه نتانیاهو و دولت به اصطلاح لیکود، حزب لیکود، حاضر به این نیستن که بسایم به این توافق برسن. امریکا دلم میخواد یه بحث کوچولویی راجع به این قضیه باز بکنم که افول امپراتوری ها به طور کلی چجوریه. امریکا در حال حاضر از هر جهت قدرت تصورناپذیری داره، فرضاً از نظر تکنولوژی نظامی و به اصطلاح ارتشش، ولی نقاط ضعفش هم برای عزیزان گفتم که از نظر تکنولوژی خود به اصطلاح همین سایبر یا به اصطلاح اینترنتی،
تمام این شرکت هایی که این چیزها رو کنترل میکنن تمام امریکایی هست. بنابراین این قدرته که شما بتونید تمام تلفن ها، اینترنت ها، همه سراسر جهان رو کنترل بکنی. این قدرت به آدم میده. از نظر اقتصادی هنوز که هنوزه بزرگترین کشوره. همه اینها درسته، ولی افول امریکا اگر بگیم مطلق نیست، نسبیه. من میتونم با چندین کشور در حقیقت فقط مثال بزنم. فرضاً چین، موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، اقتصاد چین، یعنی بگیم 2003، یعنی اوائل این دهه، اقتصاد چین یک پنجم امریکا بوده، الان داره میزنه جلو. شما حالا این فقط یه نمونش. مقاله من اخیراً دیروز در واقع میخوندم، تاماس فریدمن رفته در چین و در شانگهای الان، اونجا سیستم آموزشی چین رو داره بررسی میکنه که اصلا اونجا سیستم آموزشش کجا داره میره، مال امریکا کجا داره میره، اقتصاد چین داره کجا میره، اقتصاد امریکا داره کجا میره، وضع پزشکی در کشورهای دیگه، وضع پزشکی در امریکا چجوری داره پایین میاد. یعنی امریکا در این حال که چنگالهاش فوق العاده هنوز تیزه، با هزار پایگاه نظامی و کنترل هوا، زمین، دریا و زیر دریا از نظر نظامی، با وجود تمام این تکنولوژی ها، ولی از درون داره مثل یه خوره تمام کارهای اینا از درون داره اینو میخوره. یعنی در حقیقت هم از نظر اقتصادی بیکاری گسترده، هم از نظر زدن به اصطلاح بودجه آموزش و پزشکی، اینا چیزاییه که یک کشور رو به طرف افول میبره از نظر داخلی. یعنی همون مثالی که من برای عزیزان بارها زدم، مثل هیکل دیکچینی که چنگالهاش فوق العاده تیزه و زبانش مثل زهره، ولی قلبش داره از کار میفته. بنابراین امپراتوری ها اتفاقا به قول پال کندی در اثر گسترش بیش از حد قدرت نظامی امپراتوری ها نسبت به توانایی های داخلشونه که امپراتوری ها از هم فرو میپاشن، رو به افول میرن. امریکا دقیقاً، پال کندی اینو 20 سال پیش 1987 کتابش اومد بیرون، The Rise and Fall of the Great Powers، کتاب معروفش، و به نظر من کاملا درسته این که بنابری دولت اوباما، این رو میخواستم عرض بکنم، اگر به سوریه حمله نکرده و کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، به دلیل خیرخواهی نیست، به دلیل انسانیت نیست، اتفاقا یکی از ضد انسانترین دولت‌هایی که امریکا تا الان شناخته. یعنی خود به اصطلاح چیزاشون میگن که این از نیکسون که یکی از جنایتکارترین دولت‌ها رو داشت، این فوق‌العاده دستراسی‌تر از نیکسونه. دولت دموکرات از دولت جمهوری خواه نیکسون فوق‌العاده دستراسی‌تره، ولی اینو تشخیص داده یک بخش از هیئت حاکمه امریکا که نمیتونه سیاست جورج دبلیو بوش و دیک چینی دیگه ادامه پیدا بکنه، که اینا گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته که بعد بیانو سلطه بلا منازع بر تمام جهان و 7 کشوری رو که تابعیت کامل اینها رو نپذیرفتن، از جمله ایران و سوریه، اینا همه رو از پا در بیان. 3-4 تاشو از پا در آوردن به طور موفقیت‌آمیز، از جمله لیبی رو، عراق رو. هر شود که موفقیت همیست که عرض میکنم، موفقیتی نداشتن، نه در افغانستان نه در عراق، و لیبی رو عزیزان نگاه بکنن و اخبارش دنبال بکن. از این جهته، بنابراین این یه طرف قضیه است که از این طرف کوتاه اومدن و آقای اوباما تلفن رو ور میداره و با آقای روحانی صحبت میکنه که این دیوانه کرده. هم عربستان طوری عصبانی شده که اولا عزیزان میدونن در ماه سپتامبر نمایندهشون یعنی وزیر خارجشون همین سعود الفیصل صحبت نکرد، گفت من صحبت نمی کنم توی چیز که همه کشورها صحبت می کنن. این یک. دوم، با چه فشاری که امریکا آورد به عنوان عضو هر سبت غیر ثابت شورای امنیت، قبول شد عربستان که همه اعتراض کرد، بعد عربستان گفت نه خیر من نمی پذیرم. اینا را بهش میگن جیغ بنفش.
در اثر ضعفه. حالا میرم رو ایران که ببینم در ایران چه اتفاقی افتاده. بنابراین عزیزان دقت بکنن که اگر امریکا به قول معروف کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، دلیل داره، دلیل‌های بنیانی و پایه‌ای داره، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر نظامی. ضعف رو اینا تشخیص دادن و در نتیجه متوجه شدن که نمیتونن همین سیاست بعد از 11 سپتامبر رو که در حقیقت دیک چینی و دونالد رامسفلد یک جنگ بدون مرز و بدون زمان در حقیقت اعلام کردن و گفتن تا 50 سال طول میکشه و تمام این کشورهایی رو که در حقیقت تابعیت کامل ما رو ندارن باید اینا زیر سیطره کشیده بشن. بنابراین این از اون جهت. در ایران علت این که اینا کوتاه اومدن خیلی آشکاره. بیت ولایت و خود رهبر که چنین تقلب جنایتکارانهی در سال 1388 کردن، تمام جناح راست پشت احمدی نژاد بود و ما میدونیم در عرض 8 سال دولت احمدی نژاد چه بر سر کشور رفت، از جهت سرکوب، از جهت فساد، از جهت ناکارایی، از جهت جنایت، سرکوبگری، زندانها، شکنجه، تجاوز و بالاخره اون هارتوپورت‌های علیه اسرائیل، علیه امریکا که پشت سر هم قطعنامه پشت قطعنامه، چه از سازمان ملل و شورای امنیت علیه کشور ما و چه در کنگره امریکا که نتانیاهو به به و چه چه می کرد. به همین دلیل بود که انقدر ناراحت بود که احمدی نژاد رفت کنار و جلیلی نشد و عوضش روحانی شد. این بزرگترین ضربت بود واقعا که ملت ما واقعا به این آدمخوارا و این سگهای هار هم در اسرائیل و هم در امریکا و هم در عربستان وارد کردن با رفتن پای صندوق رای و در حقیقت انتخاب آقای روحانی. ضربه عظیمی به اینا بود. به همین دلیل بود که نتانیاهو بلافاصله در اومد که آره این یک گرگ در لباس میش. اینا رو ما باید تشخیص بدیم. بنابراین با این تحریم‌ها و این قطعنامه‌هایی که علیه کشور ما در سازمان ملل گذشت، ولی مهم امریکا بود، برای اینکه تحریم‌هایی که سازمان ملل تنظیم کرده هیچه در برابر آنچه که امریکا، اینا یکی از نقاط قدرت امریکاست که واقعا در حال حاضر تسلطش طوریه که میتونه هر کشوری رو که بخواد از نظر اقتصادی از پا در بیاره. البته کشورهای وابسته، ضعیف و خودفروخته مثل جمهوری اسلامی، وگرنه بسیاری از کشورهای دیگه در واقع تونستن انقلاب صنعتیشون رو در دوره تحریم، من مثال برای عزیزان زدم، همچین انقلاب صنعتیش رو در دوره تحریم کامل دهه 50 و 60 و 70 انجام داد تا زمانی که نیکسون رفت و به صورت دروازه ها باز شد، ولی دیگه انقلاب صنعتیش رو انجام داده بود. در شوروی در محاصره کامل از هر طرف انقلاب صنعتیش رو شوروی سابق انجام داد و در کوبا تا حد زیادی نتونستن اینا از پا در بیارن، ولی هدفشون این بوده. ولی دولت‌های وابسته و ضعیف و توسری خورده و ضد مردمی مثل جمهوری اسلامی رو راحت میتونن از پا در بیارن که از پا در آوردن. بنابراین کار به جایی رسید که در واقع رهبر احساس کرد که داره از هم فرو میپاشه و خودشون دارن در خطر میفتن. به همین دلیل بود که گذاشتن روحانی در حقیقت از صندوق بیاد بیرون و در این فاصله، حالا این رو میخواستم عرض بکنم، همینطور که در بین ارتجاع جهانی امریکا، عربستان، دولت اسرائیل، ترکیه
عرشبت که به سایر مرتجعین اختلاف افتاده و این یه چیز واقعا مبارک و فرخنده است به قول معروف. در داخل هم با کارهایی که احمدی نژاد کرد در واقع شکاف انداخت در درون ارتجاع داخلی و خودشون به جون همدیگه افتادن و تمام اون هسته اصلی حتی شروع کرد به ریزش و بخشی از ارتجاع واقعی در واقع تبدیل شد به اصولگرای معتدل که اومدن و طرف روحانی رو گرفتن و این ریزش ها همجوری ادامه پیدا کرد. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که هم در داخل دست راستی ها ضعیف شدن و در نتیجه جیغ و فریاد میکشن و چنگ و دندان نشون میدن و این امیدهایی رو که در مردم به وجود اومده بود میخوان به ناامیدی بکشونن و هم در خارج در حقیقت رئیس کلشون، ارباب کلشون دچار ضعف شده و نمیتونه دیگه اون سیاست ها رو ادامه بده. علت این تغییر سیاست و اینکه کشتیبان را سیاستی دیگر آمد به نظر من علتش اینه. ولی در پشت تمام اینها جنبش سبز، یعنی جنبش های مردمی، جنبش هایی که از تونس آغاز شد و بعد اومد به مصر و در جاهای دیگه، بعضیاش با شکست کامل روبرو شد، در لیبی با شکست کامل، در یمن تا حد زیادی، ولی اینا در بحرین به هیچ وجه علارغم تمام چهره ددمنشی که خانواده آل خلیفه دارن نشون میدن علیه مردم، در اونجا جنبش کاملا ادامه داره، در مصر ادامه داره، در تونس عزیزان بخونن که چه تظاهراتی هنوز که هنوزه علیه النهضه و دولت هست که استعفا بده و دولت ائتلافی به وجود بیاد. سوریه رو نتونستن از پا در بیارن و در نتیجه همه اینها در ترکیه آقای اردوغان یا اردوغان، هنوز من درست رسای عزیزی برای من تلفظ صحیحش رو فرستاده بود، فکر میکنم اردوغان باشه، کاملا تمام اون هارت و پورتاش خابید و به اصطلاح چهره واقعی و شبه فاشیستی خودش رو نشون داد. همه اینها باعث شده که در درون ارتجاع در خارج شکاف بیفته. موقعی که این شکاف ها میفته به نفع ملت های جهانه و بعدش افشاگری های این انسان بزرگ ادوارد سنودن که چه خدمتی به بشریت کرده. عزیزان فکر نکنن که این افشاگری ها به همین جا خاتمه پیدا میکنه، همینطور ادامه پیدا خواهد کرد و نشون میده که امریکا چی کار کرده و فقط بخشی از جنایت های اینا افشا میشه و در نتیجه تمام اون تعادل دولت امریکا رو به طور کلی به هم زده. این نقاط ضعفه که امریکا نمیخواست خودش رو درگیر یه جنگ دیگه ای بکنه. حالا عربستان هرچی میخواد جیغ و فریاد بکش که نمیدونم من روابطم رو با امریکا تغییر خواهم داد. مقاله دیگه ای تو نیویورک تایمز هست که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. نه نتانیاهو، اینا همشون جوجن، واقعا هیچن. امریکا یه پخو بکنه در میرن. اینا کسی هم که بتونن چیز بکنه، امریکا تمام چیزشون به امریکا وابسته است. در نتیجه ضربه بزرگی بهشون بوده همینه که امریکا. حالا علارغم تمام این اینایی که عرض کردم، آیا واقعا ارتجاع دست برمیداره؟ چه در ایران و چه در امریکا، چه در عربستان و چه در اسرائیل؟ به هیچ وجه. زور خودشون رو میزنن. ولی من میخواستم بعضی از به اصطلاح ضعف‌های پایه‌ای و بنیانی اینها رو، ارتجاع رو، چه در ایران و چه در امریکا و در سطح جهانی برای عزیزان عرض بکنم که ارتجاع که دست از اعمال ضد انسانیش بر نمی‌داره هیچگاه، فقط زمانیه که به اصطلاح فرو میپاشه، به اصطلاح فرسوده میشه، قدرتش رو از دست میده و از اون طرف قدرت مردمه. اونطور که عرض کردم امریکا مثلا
قدرتش به طور مطلق به هیچ وجه پایین نیومده، به طور نسبیه. از نظر پزشکی شما ببینید مثلا مقام یه زمان اول رو داشته، از نظر آموزش مقام اول رو داشته، از نظر بسیاری چیزهای دیگه، اقتصاد اصلا کسی نمیتونسته باش رقابت بکنه. کشورهای دیگه اومدن بالا به طور نسبی و به اصطلاح تمام اینها رو، تعادل رو به ضرر امریکا و به نفع خودشون تغییر دادن. بنابراین اگر ما تغییری در سیاست امریکا در عرض این چند وقت، حمله نکردن به سوریه، نطق معروف اوباما که اینا رو دیوانه کرده عربستان و عربستان که امارات و امسالون و نتانیاهو رو، نطقش که نگفت همه چیز روی میز است، تمام گزینه ها، و بعد صحبت از جمهوری اسلامی کرد و نه اینکه رژیم اسلامی یا رژیم ایران، و در این حال اشاره کرد که به اصطلاح ما در صدد براندازی چیز نیستیم. این تمام این وطن فروشای خارجی رو اصلا خفقون گرفتن. در نتیجه اگر این شمشیر داموکلس برداشته بشه، بنابراین برمیگردم به این سفارشی که این عزیز از ایران کرده، که فعلا در این انتقاد سازنده که فرزان آقای روحانی عکس العملش، هم خودش و هم وزیر اطلاعاتش، درباره این توهین ضد انسانی که به دخترای آقای موسوی و زهرا رحم عرض شده، عکس العملشون چه خواهد بود؟ حتی یک دلجویی هم نکرده. حالا آقای خاتمی همیشه از این دلجویی ها میکنه بدون اینکه هیچ کار دیگه ای بکنه، ولی نه هاشمی رفسنجانی تا الانش که من آقای روحانی حتی دلجویی هم نکردم. انتقادات سازندمون رو باید بکنیم، ولی در مورد سیاست خارجی کاملا باید دفاع بکنیم که این مسئله حل بشه و نذاریم این جناح راست فاشیستی در ایران در حقیقت بتونه اینو به هم بزنه، برای اینکه به نفعشه و به نفع نتانیاهوه. من در این حد عرض شود میخواستم چیزی از قلم نیفتاده باشه. در این حال از ایران من به اصطلاح یکی از بینندگان عزیز که اهل زنجانه برای من نامه مفصلی نوشته راجب کارخانه بزرگ سرب و روی که در نزدیکی شهر زنجان درست شد و پس از آن یک شهرک صنعتی سرب و روی در 5 کیلومتری. اون وقت میگه که من در تهران زندگیم از 7 سال پیش، هر وقت بزن در این 7 سال حدود 15 نفر از کسانی که شخصا میشناسم سرطان گرفتن. ببینید اون وقت میگه فقط اونجا نیست، در عراق، در اردبیل، در اصفهان، در تهران، تمام مردم رو در معرض به اصطلاح این اون وقت مقامات گفتن این کارخونه برای شما خیلی خوبه، سرب و روی برای بدنتون لازمه، اصلا شما رو سالم میکنه. آدم به اینا فقط به اصطلاح عقب موندگی و عرض شود که چیز نیست، ارتجاعی بودنشون نیست، بی سوادیشون. واقعا سرب چیزیه که اگر سرب برای بدن خوب بود، چرا اینجا ما میریم بنزین unleaded، یعنی سرب رو برداشتن از بنزین، برای اینکه داغون میکنه بدن رو. شما میدونید رنگ دیوار که میزنن سرب یه مقدار، اینجا قوانین شداد و غلاظی هست که بچه ها از این رنگا نخورن، وگرنه مغزشون داغون میشه، رو تمام اعضای بدنشون سرب اثرات وحشتناک میذاره. سرب برای بدن خوبه؟ سرب سمه برای بدن. و اینا چه؟ این رو عزیزان و من وظیفه خودم میدونم که به اصطلاح در این حال این شکایاتی رو که از اونجا میرسه برای عزیزان بازگو بکنم. بنابراین ما در ته این تونل در واقع روشنایی دیده میشه، ولی به قول آقای سحرخیز که به صحبتش من به گوش میکردم امروز صبح، میگه مردم باید در صحنه باشن، نباید گاهی خود مثل آقای خاتمی که مردم رو دعوت به رفتن به خونه کرد، باید مردم در صحنه باشن تا نذارن این آدمخوارا صداشون از این بلندتر بشه
آقای روحانی رو تسلیمش بکنن و در نتیجه مردم عصبانی بشن، در برابر دولت روحانی هم بیستن و در نتیجه روحانی به طرف اون طرف راست کشیده بشه و این شکست کامله حتی همین کوشش اخیر مردم برای رفتن به صندوق پای صندوق رای خواهد بود. بنابراین ما مردم باید در صحنه باشن، انتقادات سازنده خودشون رو بکنن، صدای فریاد خودشون رو برسونن و در برابر این آدمخوارا دست راستی ها بایستن و تا دولت روحانی بتونه لااقل از نظر سیاست خارجی بتونه دستاوردهایی داشته باشه که این گشایش بزرگی برای کشورمونه. از این جهت میرم روی بخش آخر برنامه. عرض شود که اینجوری دارم فکر میکنم که چیزی از قلم، چون من مجبورم سریع برم، گاهی اوقات به اصطلاح چیزهایی از قلم میتونه بیفته، ولی به هر حال هم ادامه میدیم، برنامه رو ادامه میدیم و اگر چیزی باشه در هفته‌های آینده میتونم با عزیزان مطرح بکنم. میرسیم روی ویژگی‌های سرمایه‌داری که من هفته گذشته چند هفته راجع به کار صحبت کردم و بعدش رسیدیم به تعریف سرمایه، که البته قبلش من عرض کردم که سرمایه به مفهوم واقعا یک رابطه اجتماعیه و نه یه مشتی پول. عرض شد که من یک کلیپ داشتم که نشد، فرصت نشد برای عزیزان بذارم، که یکی از سناتورهای امریکایی مقایسه میکنه. فرزاد اون کلیپ رو لطفا بذارش، لازمه برای اینکه من موقعی که صحبت از ضعف یه امپراتوری میکنم. فرزاد گزارش اومده، در نظرخواهی جدید اومده، در ارتباط اومدن مقایسه کردن کنگره رو با چندین مورد مختلف که ببینن کنگره وضعیت لازمه به قول معروف چی میگن، نظر بهتری مردم بهش دارن یا اون مواردی که حالا بهش اسم اشاره میکنم. این گزارش آقای آلن گریسون نماینده ایالت فلوریدا توی هاوس اینو رسما خوندن که حالا کلیپش هم بعد از این برنامه می‌بینیم و یکی یکی اشاره کردن که وضعیت کنگره در مقابله با اون مسائلی که مردم ازشون پولینگ گرفتن چی هستش. برای نمونه شماره یک اومدن گفتن که روی کدوم یک نظر مثبت بیشتری دارید، کنگره یا جادوگران؟ مردم اومدن گفتن 32% گفتن کنگره، جادوگران 46%، یعنی مردم نسبت به جادوگرا نظر مثبت بیشتری داشتن. مورد دوم بعدی گفتن روی کدام یک نظر مثبت بیشتری دارید، نظر بهتری دارید، کنگره یا باباسیر؟ 31% گفتن کنگره، 53% گفتن باباسیر. و اینو میگم کلیپش هست و دقیقاً آقای آلن گریسون توی هاوس اینو خوند عین همین و کلیپش رو خواهید دید. بعد بعدیش گفتن روی کدوم یک نظر مثبت بیشتر بهتری دارید، کنگره یا مدفوع سگ یا داگ پوپ؟ کنگره 40% آورده، مدفوع سگ 47%، یعنی ملت روی اون دومی بیشتر نظر مثبت بیشتری دارن. اومدن مقایسه کردن گفتن کنگره یا قارچ بین انگشتای پا، کنگره 48% 41% آورده، معذرت میخوام، اون قارچ بین انگشتای پا 44%، یعنی نظر مثبت بیشتر نسبت به اون بیشتر دارن. اومدن مقایسه کردن کنگره رو با سوسک، گفتن کنگره به نظر شما نظر مثبتی بیشتر روش دارید یکی سوسک؟ کنگره 42% آورده، سوسک 44%، یعنی ملت روی سوسک نظر مثبت بیشتری دارن. و بالاخره اومدن گفتن کنگره بین کنگره و زامبیا، کنگره 37% آورده، زامبیا 43%، یعنی ملت حتی نسبت آدمی زامبی که حالت دیوونه و چیزا مریض هم هستن نظر مثبت بیشتری دارن. نتیجه اخلاقی که من فکر کنم میشه از این گرفت اینه که اولا ملت به نظر میاد، اکثریت ملت آسیب و ضرری که از اون چیزهایی که هست و صحبتش کردیم به نظر میاد به این نتیجه رسیدن که آسیب و ضررشون اونا کمتر بهشون ضرر و آسیب میزنه تا اون اعضای کنگره. این یکی. دوم چیزی هم که هست، من یادم موقعی که چند سال پیش این بیزنس های تلویزیون ایرانی خیلی مد شده بود و همه می‌خواستن از طریق تلویزیون 24 ساعته ایران نجات بدن، هادی خورسندی یه شعر خیلی قشنگی داشت و میگفتش که ای امت 4000 ساله الاف زیان نشو و حاله،
حالا من فکر کنم ملت هم کم و بیش به این نتیجه رسیدن که ای به اصطلاح میشه این شریک. فقط میخواستم عزیزان یه چیزی دستشون، این تمام چیزایی بود که یکی از ارشاد که اعضای کنگره آلن گریسون اینا رو چیز کرده و این عزیز به اصطلاح در برنامهش ترجمه کرده اینا رو، یه حسابی دست عزیزان بیاد که صحبت از بعضی از این کاسلیسا که صحبت از دموکراسی امریکا میکنن، اینا قرار نماینده های مردم باشن در کنگره، ولی از پهن هم مردم براشون ارزش کمتری قائلن. عزیزان اینا نتایج فلسفی پر اهمیتی واقعا داره راجع به اینکه اصولا دموکراسی نوع بورژوایی به کجا کارش میرسه. در حقیقت اینا نوکرای وال استریت هن و نه مردم. بگذاریم، هر شود که منتها اینا احتیاج به یه مقدماتی داره که اونم عبارت از درک مفاهیم پایه‌ایه. کار یعنی چه؟ سرمایه یعنی چه؟ تولید یعنی چه؟ علم و تکنولوژی یعنی چه؟ من فرصت نکردم بحثی راجع به تکنولوژی باز بکنم که فرضاً 150 یا 160 سال پیش پیشبینی شده که تکنولوژی هم میتونه نجات دهنده بشریت باشه، هم میتونه تبدیل به یک عامل فوق العاده مخرب بشه. فرضاً اون زمان که صحبت از مخرب بودن علم و تکنولوژی میکردن راجع به اسلحه صحبت میکردن، بمب اتمی فرضاً که اون موقع هنوز نبوده 160 سال پیش. ولی الان عزیزان ببینن که کامپیوتر، اینترنت، سلفون و تمام این چیز دستاوردهای تکنولوژیک چطور میتونن هم نجات بخش باشن که ما اخبارمون رو از ایران بلا فاصله بگیریم. دهه 60 من خودم از ایران زیاد موقعی که اینجا بودم زیاد خبری نداشتم، الان ما میتونیم به طور همزمان اخبار ایران رو بدونیم، یعنی نجات بخش میتونه باشه. از طرف دیگه در دست واقعا این دزدهای آدمخوار میتونه تبدیل به یه مخربترین چیز بشه که الان برن و زندگی خصوصی تک تک افراد کره زمین که البته اونا براشون مهم نیست، خانم مرکل رو، آقای او، یعنی دوستان خودشون رو جاسوسی بکنن. یعنی در واقع جنایت، این یه جنایت بزرگه. ادوارد سنودن یه انسان بزرگه از این جهت میگه که نه تنها این لگدمال کردن حقوق انسانیه، بلکه شما اگه بخواید خلاقیت داشته باشی، نوآوری داشته باشی، باید زندگی خصوصی مال خودت باش، تنت، فکرت، خونت، محلت باید مسون باشه از دست دولت و یا دشمن. به این دلیله که وجدانش اینطور آزرده شده بود و اومده به این افشاگری ها رو کرده، علتش اینه. اون وقت شما ببینید یک بخش از چپ بریده ما که اینا یه زمانی ادای لنین رو در می آوردن، الان میگن که این حرفا قدیمی شده، علم و تکنولوژی و به اصطلاح information technology تمام مسائل بشریت رو حل میکنه، بدون اینکه در نظر بگیرن که خب این علم و تکنولوژی در دست کی باشه. چون من امروز میخوام یه مقدار راجع به علم و تکنولوژی صحبت بکنم. بنابراین ما باید آگاه باشیم و این چیزها رو در نظر داشته باشیم. دو مثال دیگه برای عزیزان بزنم. الان شرکت هایی درست شدن که اطلاعات عظیمی رو که از طریق اینترنت و تمام این فیسبوک و یاهو و پاهو و تمام اینا، مثلا توییتر و اینا رو میگیرن و اینا رو میفروشن و بعد شما موقعی که میری کامپیوتر رو باز میکنی، مثلا شما یه تلفن زدی یا میدونن که علاقه داری بری مثلا هاوایی، یه دفعه 10 تا مثلا چیز میاد راجع به هاوایی و خلاصه میان و تو چیزای خصوصی شما، حتی لباس زیر زنان رو که به چه چیزی علاقه داره، خانواده مثلا چه ویدیوهایی رو تو خونه نگاه میکنه، چه فیلمهایی رو نگاه میکنه. ولی از اون بدتر، اینا چیزایی که من از نیویورک تایمز هست، اینا مقالات چه اگه آدم دنبال بکنه، شرکت های دیگه ای هست
عزیزان میدونن در امریکا پلیس 10 میلیون عکس از مردم داره به دلایل مختلف، بدون اینکه بسیاری از اینا مرتکب چیزی شده باشه، تو خیابون نگه داشته، رفته عکس گرفته از تظاهرات، همه اینا توی چیزایی به اصطلاح عرض شود و بعضی از اینا رو بهش میگن مک شات که به اصطلاح عکسای مخصوصی که پلیس میگیره. 10 میلیون از اینا توی به اصطلاح پرونده های پلیس وجود داره. شرکت های الان درست شده اینا رو میرن در میارن با طریق اینترنت هک میکنن و در میارن اینا رو پخش میکنن به اصطلاح تو سایتشون. نیویورک تایمز عکسی دندون پزشک رو گذاشته بود که ازشو انداختن مک شات، کسایی که جنایت کردن یه چنین عکسایی دارن، زندگی اینا رو نابود میکنن. اون وقت برای اینکه برداشته بشه عکسشون از این سایت اینترنتی که به اصطلاح برای اینکه اون وقت کسی رو که میخوان استخدام بکنن میرن تو گوگل، این عکس یه دفعه میاد طرفو استخدامش نمیکنن و یا آبرو و حیثیتش از بین میره. اینا نتایج به اصطلاح دستاوردهای اینترنته، یعنی تو به طور کلی زندگی خصوصیت نابود میشه. حالا غیر از اون بحث‌های سیاسی، خانم ترکل پری روزا صحبت میکرد، مال دانشگاه هاروارد یا MITه، راجع به اینه که چطور همین سلفون‌های سمارت فون بهش میگن، آیفون و نمو آیپد و از این صحبت ها، انسان‌ها رو از هم جدا کرده. دوست دختر و پسر نشستن هر کدومشون روی تلفن دارن به جای اینکه با هم دیگه مغازله بکنن، معانقه بکنن، معاشقه بکنن، لذت ببرن از زندگی، هر کدومشون تو سلفون خودشونه نشستن دور چیز تو رستوران، هر کسی تو سلفون دستش. به هر حال اینقدر از این مسائل هست، یعنی به اصطلاح نظر روانشناسی اجتماعی الان کلی تحقیق شده که این تلفن‌های دستی چه بر سر بشریت داره میبره، در حالی که میتونه نجات بخش باشه. الان بدون تلفن حتی بنده مجبور شدم یکی از این چیزهای اولیه رو بگیرم، برای اینکه دیگه تلفن عمومی وجود نداره. هرچه من مقاومت کردم دیدم نمیشه. به هر حال عرض شود که یعنی علم و تکنولوژی میتونه هم نجات بخش باشه، سیستم سرمایه داری تبدیلش میکنه به دشمنی با بشریت، همه چیز رو از اصل خودش جدا میکنه. بیگانگی یا از خود بیگانگی یا الینیشن یعنی چه؟ یعنی هر چیزی که از اصل خودش جدا بشه. همینطور که جوهر انسان رو که کارش باشه میگیرن و ازش بیگانه میکنن، زیر سلطه میکشن، در نتیجه انسان در حقیقت از خودش، از جامعهش، از تولیدات خودش هم بیگانه میشه و از خود بیگانگی جامعه رو میگیره. جامعه تبدیل به یک جنگل میشه، صحنه جنگ همه علیه همه. بارها گفتم بلوم امنیوم کنترا امنس، قابل پیشبینی بوده. تماس هر شبت که چیز که لویتن رو نوشته، این رو عرض شود که چیز کرد تماس هابز، بلوم امنیوم کنترا امنس، در حالی که اینا میتونه در خدمت بشریت باشه، کمک بکنه که کار و زحمت و رنج انسان رو کاهش بده. علم و تکنولوژی میتونه رفاه بیاره، تنعم بیاره، انسانها آزاد بشن از کار سخت. هر شبت که بنابراین این با وجود آنچه در پیش درباره تعریف کار بیان شد، باید گفت که تولید فرایندی بسیار پیچیده تر از کاره. تولید زمانی میتواند تحقق پیدا کند که سرمایه دار از یک سو ابزار و وسایل تولید را در مالکیت خود دارد و از سوی دیگر میتواند نیروی کار را در بازار آزاد مطابق با ارزش آن خریداری بکنه. هفته گذشته من صحبت کردم که چطور
سرمایه‌های تجاری وارد صنعت شدن و صحبت از putting out system کردم که از سیستم انحصاری اصناف در شهرها میباید میرفت بیرون در روستاها، چطور کارگاه ها رو ابتدا مواد اولیه بهشون میداد، پول بهشون میداد و جنسشون رو میخرید، بعدن چطور اینا رو جمع کرد در یک کارگاه و یک نفر آقا بالاسر بالاسر اینا گذاشت و تقسیم کار به وجود آورد که عرض کردم کتاب ثروت ملل آدم اسمیت این رو شرح میده. به هیچ وجه صنعت کارخانه‌ای رو، تازه ریکاردو چاپ اول کتابش The Principles of Political Economy که در حقیقت کتاب اصلیه که مارکس خونده 1817 بیرون اومده یا 18، فقط در چاپ دوم کتابش که 1823 بیرون اومده یه فصل داره ماشینری، راجب ماشین تازه صحبت میکنه. بنابراین انقلاب صنعتی رو واقعا مارکس توضیح میده، آدم اسمیت و ریکاردو صحبت زیادی راجبش نمی کنن. اهمیت به اصطلاح انقلاب صنعتی در اینه. بنابراین تقسیم کار، سازماندهی کار یکی از اصول بسیار پر اهمیت نظام سرمایه داریه. سازماندهی کار یعنی همین، تقسیم کار تو به وجود میاری برای اینکه بهره‌وری کار رو ببری بالا. در همون کارخونه سوزنسازی که ما گفتیم به دلیل تقسیم کار تولید یک بار 100 برابر شده. خود آدم اسمیت میگه که اصطلاح چطور به اصطلاح بهره‌وری کار میره بالا. ولی همینطور که عرض کردم پیش پای سرمایه‌دار مشکلاتی هست در صنعت کارگاهی، چون هنوز ابزار در دست کارگره، در نتیجه مهارت در دست کارگره، کنترل مهارت در دست کارگره، هنوز آهنگ کار اینه که یواش کار بکنه، تند کار بکنه و غیره و غیره. درسته یه نفر بالا سرشه و به همین دلیلی که سر کارگر میذارن، بعدش هر چود که از اون زنگای مخصوص میذارن که کی رفته توالت، کی برگشته، تل تل اینه بهش میگن، چیزهای مخصوصی که اینا را همش اختراعات ضد کارگری بوده برای کنترل کارگر. با همه اینا هنوز چون کارگر با ابزارش کار میکنه، کیفیت جنس یا کالا در دست کارگره. یکی دیگه هم اینه که اگه دست از به اصطلاح کار بکشه فلج میشه. بنابراین و بعد دلایل دیگه‌شو عرض کردم که انگلیس چطور بازارهای عظیم انحصاری داشت و میبایست پاسخگوی اینا باشه و کارگاه ها هر چود که پاسخگوی این نبودن، در نتیجه این همه ابتکارات، اختراعات، نوآوری ها در قرن 18 برای اینکه صنعت کارگاهی رو به کارخانه‌ای تبدیل بکنن و این مهارت رو از دست کارگر بگیرن و به دست کارف و به دست در واقع کارخونه بسپرن که بالاش هم در حقیقت منیجمنت یا مدیریت هستش. ولی اصل مهم دیگه که کمتر بهش توجه میشه عبارت از اینه که درست سرمایه در یک طرفه، ولی باید نیروی کاری وجود داشته باشه، یعنی اکثریت عظیم جامعه که ازش سلب مالکیت شده باشه و فقط یه چیز براش مونده باشه، تنها کالایی که داره نیروی کارش، که اینو باید در بازار بفروشه. بنابراین شما در یک طرف انباش سرمایه رو دارید، ولی اگه طرف دیگه‌اش نباشه، فرزند به عزیزان عرض بکنم در خود امریکا مثال این، امریکا در سال 1914 50-60% از مردمش یه تیکه زمین داشتن. این برای شرکت فورد مشکل عظیمی به وجود می آورده. به همین دلیل بوده که شرکت فورد، خود هنری فورد اومد و مزد کارگر دو برابرش کرد یک دفعه 1914، برای اینکه درآمد یک کارگر رو از درآمدش در اون تیک زمینش بالاتر ببره. با همه اینا هر وقت کارگر ناراضی بود میتونست برگرده به سر زمینش. تو باید سلب مالکیت بکنی از اکثریت بزرگ مردم، باید که هیچ راهی براش نمونه جز فروش نیروی کارش. این نیروی کار میتونه بیل زدن باشه، میتونه هم توی اداره باشه پشت کامپیوتر، ولی باید نیروی کارشو
چه کار. حالا عرض شد که چند به اصطلاح تعریف راجع به کار هست که من دلم میخواد اینجا یکی کار ملموس و یکی کار مجرد، یکی کار لازم و یکی کار اضافی، اینا تک تک باید تعریف بشن. کار ملموس مثل همونی که در کارگاه میشه، فرضاً یه زرگر میشینه و واقعا کار میکنه روی گوشواره، این کار ملموسه که در حقیقت به قول معروف یوز ولیو به وجود میاره، یعنی ارزش مصرف. یه چیزی رو فقط به خاطر مصرفش، یه مسگر، یه حلبی ساز، یه ورشو ساز، یه زرگر، یه نقره کار، کاری که میکنه کار ملموسه و برای یه چیز مفید و قابل استفاده این کار میکنه. کار مجرد یا abstract labor کار عمومیه. این یه مفهوم خیلی پیچیده تره که شما کار میتونه به جایی برسه که فرق نمیکنه تو این کارخونه باشی، اون کارخونه باشه، نجاری بکنی، طبابت بکنی، نمن فلان بکنی، همه اینها تبدیل به یک کار مجرد و عمومی میشه. به طوری که صنعت که پیشرفت میکنه اینجوری میشه. خیلی ها هستن که فرق نمیکنه براشون کجا کار بکنن. و کار مجرد در حقیقت ارزش واقعی مال کار مجرده. یعنی کار عمومی تمام بشریت از اون کسی که یه چیزی رو اختراع میکنه تا اون کسی که فرضاً کاپوت اتومبیل رو میذاره روش. یعنی از کار یقه سفید گرفته تا یقه آبی، همه ی اینها. اگه شد کار مجرد رو من از زبان پالسویزی برای عزیزان باز میکنم، چون مفهوم بسیار پیچیده و مهمیه که از نظر تئوری ارزش بسیار پر اهمیته. کار عرض شد که اون وقت کار لازم یعنی چه و کار اضافی یعنی چه. موقعی که کارگرا، یعنی در حقیقت اکثریت بزرگ مردم، هیچ چیزی براشون نمونده، فقط یه کالا براشون مونده، نیروی کارشونه که باید بفروشنش، وگرنه از گرسنگی به خانمانی از بین میرن. اجبار اقتصادی وادارشون میکنه که نیروی کارشون رو، نه کارشون رو، نیروی کارشون رو بفروشن. بعد شروع به کار میکنه، یه مزدی بهش داده میشه. حالا بعدن راجع به این صحبت میکنه که خود تئوری مزد چیه. در عرض 2 یا 3 ساعت اول اون مزدش رو جبران میکنه. این کار لازم بهش میگن، یعنی اون چیزی که مزدش رو جبران میکنه، یا اون چیزی که به قول معروف ارزش کارشه، میگن ارزش کارت اینه. بقیهش کار اضافیه که در واقع ارزش اضافیه. کار اضافی یعنی ارزش اضافی و سود سرمایه داره که البته این بعداً باید تقسیم بشه بین بخش‌های به اساس تجاری و زمین و ارزشی که خود سرمایه دار و اونایی که به حساب و بانک‌ها بگذاریم. علی ارزش بقیه‌اش کار اضافی، ارزش اضافی به وجود میاره. کار لازم مزد کارگره. این مفاهیم اولیه رو ما باید درک بکنیم تا بتونیم همینجوری سنگ روی سنگ بذاریم و بیاییم بالا تا امروز روز رو بفهمیم، تا بفهمیم که علم و تکنولوژی و امثال هم چیان. و بعدش رابطه ی سلطه و تابعیت، عزیزان دقت میکنن، از زمانی که این کارگاه ها میان زیر یک سقف و بعدش کارگاه درست میشه، تقسیم کار میشه، تا بعدش که کارخانه ای میشه، نیروی کار یعنی کارگر میره زیر سلطه سرمایه. که من هفته قبل عرض کردم تا زمانی که دوره کارگاهی، سلطه سرمایه بر کار بهش میگن فرمال یا رسمیه، یعنی واقعی نیست. هنوز کارگر کلی قدرت داره، مهارتش، آهنگ کارش و غیره. بنابراین اینو بهش میگن فرمال subsumption of labor under capital. سرمایه‌دار میخواد این سلطه رو واقعیش بکنه، کارخونه این کار میکنه، یعنی هم آهنگ کار و هم مهارت رو از دست کارگر میگیره. در نتیجه سلطه سرمایه بر کار واقعی میشه.
real subsumption of labor under capital. بنابراین سرمایه رابطه سلطه و تابعیته. این در سطح مایکرو اکانومی هستش، یعنی در سطح کارگاهی و کارخونه است. در سطح جهانی هم همینطوره. امپریالیسم یعنی این، نمیتونه بدون سلطه و تابعیت عمل بکنه. نظام سرمایه داری از سطح از کارگاه گرفته تا سطح جهانی. تا زمانی که ما این مفاهیم ساده رو متوجه نشیم، اوضاع دنیا رو نمیتونیم تجزیه تحلیل بکنیم. نمیفهمیم که آقای اوباما چرا تصمیم گرفته به سوریه حمله نکنه و غیره و غیره. عرض که وقت من تمام. خیلی ممنون فرزاد جان، تشکر. یکی دو دقیقه هم چیز کرده. عزیزان میدونن ساعت 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی. مردم تیوی اخیراً 4 تا از اون برنامه های آموزشی رو هم تازگی تا شماره 12 گذاشته شده. عرض شود که بعدش هم به عرض شود که mohit.gulshan.com صداش میره و به فیسبوک عرض شود که استقلال آزادی عدالت اجتماعی و دانشجو تیوی. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.